بیان کنیم که حجرات بدن از پورتوپلازم ساخته شده و خود پورتوپلازم در ترکیب خودش پنج بخش متفاوت داره که شامل آب، آیون ها یا منرال ها، کربوهیدرات، لیپید و پروتین ها است. از نظر فیصدی اگر در نظر بگیریم بیشترین مقدار پروتوپلازم بدن آب ساخته یا واتر ساخته 70 تا 85 فیصد یک حجره آب است. بعد از آب بیشترین مقدار که در پورتوپلازم می سازه و عبارت از پروتین است که در حدود دیلا بیست فیصد یک حجره را ترکیب یا کتلی یک حجره را چی می سازه؟ پروتین می سازه. بعد از پروتین مقدار اضافی را ما و شما ارتباط می تیم به شحمیات که امکان دارد در حدود دو فیصد یا اضافه تری از او چی بسازه؟ در یک حجره شحم بسازه. از شهم شه که بگذاریم میم در مورد کربوهیدریت ها و کربوهایدریت ها باز در حجرات مختلف متفاوت است یک جمله را در نظر بگیرین من یک اصطلاحی که بسیار جالب نشته می کنم امکان داره که در یک حجره یک فیصد باشه امکان داره که در یک حجره فیصد باشه و امکان داره که در یک حجره الا چند فیصد باشد؟ 6 فیصد نظر به وظیفه حجرات و نظر به موقعیت حجرات ترکیب کربوهیدری در حجرات مختلف متفاوت است اگر در کل بیان کنم تمام حجرات بدن در حدود یک فیصدشان کربوهیدرات می سازند حجرات ازلی اینجا نشتیش می کنیم از علی الا فیصد کربوهایدریت داره در حالی که اگر یک حجره جیگر یا لیور در نظر بگیرین شما امکان داره که در حدود 6 فیصد حتی اضافه تری از او در ترکیب چی شامل باشه کربوهیدرات ها یا قند شامل باشه میریم هر کدام از اینا را به شکل جداگانه مطالعه میکنیم که آب در پرتوپلازیوم چی رول داره آیون چی رول داره کربوهیدرات چی رول داره لیپید یا شهم و پروتئین هر کدامش بحث جداگانه داره اول میم در مورد از گپ میزنیم که آب چی رول داره رول عمدی از هست ما پیشتر بیان کردم که 70 الی 85 درصد یک حجره را چی می خود آب میسازه آب چند وظیفه بسیار جالب داره اول یک تعداد مولکول ها در آب منحلند خود مولکول در منحل در آب هست تعداد زیاد مولکول های جامده که در داخل یک حجره وجود داره ای به شکل منحل در داخل چی هست؟ آب دوم یک تعداد مولکول های دیگه وجود داره که اونا منحل در آب نیستن اما به شکل معلق در آب وجود داره حالا بیان میکنم که معلق به چی مانا؟ و بسیار جالب مثلا ایتو بیان میکنیم ایتو فکر کنین که این یک دانه حجره باشه در داخل حجره مطلق محیط آبی وجود داره اینی یک محیط آبی هست اینی یک ترکیب هست که در محیط آبی خود حجره مکمل حل شدگی هست را میگیم منحل در حالی که تعداد مالیکول های دیگه در بین محیط آبی خود حجره وجود داره اما منحل در او نیست به شکل معلق کرستل ها در بین آب وجود داره. آله من میتونم بگویم که یک حجرت تمام تعاملاتش انجام میدم امی تعاملات که انجام میشه با واسطه چی؟ خویا با این مولیکول های منحل یا با واسطه این های معلق در داخل آب انجام میشن. یک چیز متوجه باشین سلسله تعاملات که دینی مولیکول هایی که منحل است انجام میشه این خوبی خیلی واضح هست ده. که در آب حل شده هست وقتی که در آب حل نشده باشه اصلا نمی تعامل در داخل حجره صورت گرفته نمیتونه یک جمله جمله دوم یک دیده تعاملات در روی از اینی مالیکول ها صورت میگیره. اینی مالیکول هایی که به شکل معلق در آب وجود دارن و هرگاه اینمی مالیکول ها معلق در آب نباشن توانایی انجام تعامل اینا ندارن. خیلی میتونم بگویم دیگه اما که اصطلاح میتن خود آب مادی حیاتی ولا دروغ نمیگن با خاطر ازی که شما فکر کنین مادی حیاتی را ما پورتوپلازم گفتم و در ترکیب پورتوپلازم من بیان کردم که 70 الی 85 فیصد ازی آب است و جالبی که بیشترین فیصدی تعاملات که در یک حجره صورت میگیره در محیط آبی صورت میگیره و اگر آب نباشه تعامل نیست اگر تعامل نبود حجره نیست اگر حجره نبود موتو دیگه بحث دوم میم سر آیون ها از نظر فیصدی بسیار کم هستند اینا دمی ای را میکنم در پیش روش نشته میکنم که از نظر فیصدی بسیار کم هستند اما از نظر وظیفه بیشترین وظایف بدن ما را انجام میتن زریفترین وظایف انجام میتن و مغلقترین وظایف بدن اینا انجام میتن ما بسیار ساده میگم یک پوتاسیم در بدن ما اندک کم و زیاد میشن نظم قلب بر هم میخوره. کلسیم اندکی زیاد و کم میشه در تای ازلی کرمپ های ازلی حتی در خود قلب امکان داره اریتموجنیک باشه بینظمی های قلبی ایجاد کنه یا مثلا یک کمبود سودیم یا اضافه شدن از اینا میتونم بگویم از نظر مقدار باز میگم بسیار کمترین فیصدی را در یک حجره تشکیل میتن اما از نظر وظیفه بسیار مغلق هستن اشکال مختلف آیون ها را ما در یک حجره با خود داریم مثلا کدام آیون ها هست؟ آیون با خود داریم ما و شما آیون فسفیت داریم یا به طور مثال ما و شما با خود در بدن خود آیون چی را داریم؟ سلفیت داریم یا به طور مثال ما و شما در بدن خود بای کار به مقدارهای کم و زیاد های مثل چی را داریم؟ سودیم داریم آیون مثل چی را داریم؟ کلور داریم آیون مثل چی را داریم؟ پوتاسیم داریم آیون مثل چی را داریم؟ مگنیزیم اشکال مختلف ها را ما در بدن خود داریم و هر کدام از اینا در بافر سیستم مثلا در انتقال سیاله های برقی یک یک مثال ساده میگم ما اهمیت از اینا را در بدن تو رو واضح می سازم مثلا شما در نظر بگیرین این یک دانه نیورون باشه اینی یک دانه یک نیورون باشه و این نیورون مثلا اینی دندرایت های نیورون هست این جسم حجرویش هست اینی هم اکزون ای نیورون هست آله یک پیام این نیورون می کنه. پیام از بیرون آمد این پیام با واسطه دندرایت گرفته شد دندرایت تر انتقال می جسم حجره و جسم هجرایی انتقال می به چی با اگزون اگزون مجبور هست که را به حجره بعدی دیگه انتقال داده باشه امی که پیام برقی در نیورون از یک ناحیه به ناحیه دیگه حتی در فاصله یک متری اضافه تر ازو یعنی فکر کنم بزرگترین حجره عصبی اگه غلط نکنم نیم متر طول داره حداقلش در می فاصله نیم متری که انتقال میکنه پیام از یک سر حجره الی سر دیگه حجره عصبی ای بواسطه چی انتقال میکنه. با واسطه همی آیون ها انتقال میکنه ای که با کدام میکانیزم اکشن پوتنشل چی است این باز یک بحث کاملا جداگانه هست که انشالله در آینده ها ما روی از این صحبت خواهد کرد ترکیب دگی که در پرتوپلازم بدن ما وجود داره و عبارت از کربوهیدرات ها یا قند هست من جالب تو صحبت میکنم ای که از نظر وظیفوی شاید کربوهیدرات در بدن هیچ رول نداشته باشه بسیار کم مثلا یک تعداد یک تعداد از پروتین ها وجود داره به نام گلیکو پروتین خوب توجه بکنید یک تعداد پروتین ها وجود داره به نام گلیکو پروتین یا یک در بدن ما وجود داره به نام گلیکو لیپید ها گلیکو لیپید. یعنی بگویم پروتین هایی که ترکیب قندی با خودشان دارند یا شهمیات که ترکیب قندی با خودشان دارند اینا امکان داره که من حیث یک مولکول وظیفوی در حجرات بدن ما و وظیفه کرده باشند در غیر از او کربوهیدرات از نظر وظیفه در حجرات رول نداره رول اصلیش چی است رول اصلی از تغذیه حجرات است امی که حجرات بدن ما و شما باید تغذی شوند و مقدار کافی انرژی ای تی پی برشان رسیده باشد او با واسطه چی تأمین میشه؟ با واسطه کربوهیدرات تامین میشه اگر کربوهیدرات کم بود ایجاد میشه با او صورت خط دو و سوم وجود داره که قند مقند سر دو پروتئین پسان صحبت خواد کردم خو فعلا بفهمین که اینا کدام رول خاص دیگه در بدن ما و شما ایفای وظیفه ندارن فقط وظیفیشان تغذیه حجرات یا نیوتریشن هست میم در مورد ازی که شهمیات چی هست و با کدام ترکیب از نظر فیصدی شاید هم بیان کرده باشم می که شهم در بدن ما حدود چند فیصد از در پورتوپلازم دو فیصده تشکیل می و بحث جالب اینا کدام هست اشکال مختلف داره اگر شما در مورد شهم صحبت کنین اشکال مختلف ازی را بیان کرده میتونیم. اما دو شکل ازی بسیار مهم هست در بدن ما و شما که یک شکل ازورا ما و شما به نام ها یاد می لپید و یک شکل دیگی زیره باز ما و شما به نام کلسترول یاد میکنیم فسفولیپید و کلسترول دو شهم بسیار عمده و اساسی هست که در حجرات بدن ما و شما وجود داره آ خود گفتین یک شکل شخ... یک شکل دیگه ما میاد دارم ما میاد دارم او و عبارت است ترایگلیسرید هست ترای گلس راید. اما عمدهترین بحث ما چی است که بازی در تمام حجرات بدن نیست دیگر. مثلا فسفولیپید در هر نوه حجره وجود داره کلسترول در هر نوه حجره وجود داره و از نظر ترکیبی اگه اینی دو نوه را جمع کده باشم دو فیصد ترکیب پورتوپلازمی یک حجره را می سازن. اما وقتی که میم ترایگلیس رایت امکان داره ده دا یک حجره با فیصدی بسیار کم باشه ده یک حجره بیشترین فیصدی را داشته باشه مثال براتون میتونم مثال اینی نقطه را نشانی کنین ای که ما و شما در بدن ما حجرات وجود داره به نام حجرات شهمی یا فت سلحان. شما میفهمین یک ترکیب در حدود 95 فیصد ترکیب یک حجره شحمی را چی می‌سازد ترایگلیس 95 فیصد ترکیب یک حجره شهمی را و چی میسازد ترایگلیسیرید اما امکان داره در حجره ترایگلیسیرید موجود نباشه هیچ نداشته باشه به با او خاطر وقتی ما میگیم از نظر شهم که در وجرات کدام شهم بسیار رول داره یکی از او فسفولیپید است و دیگه از او عبارت از کلسترول هاست زیادم نمی بیچم هر کدامش ان در زمانش صحبت خاطر کنیم حالا میم در مورد ازی که پروتین خیبه کدام اندازه است و چی بعد از آب، مثلی که پیشتر بیان کردم، 70 تا 85 فیصد حجره آب است. بعد از آب، بیشترین مقدار مولیکول یا بیشترین مقدار کتلی یک حجره را چی میسازه؟ پروتین میسازه، 10 تا 15 فیصد. اما جالبی هست که ما دو شکل، دو شکل، دو شکل پروتین در پورتوپلازم داریم. یکی اونو پروتین های است که ما و شما نامشان میمانیم یعنی پروتین های وظیفوی هست یکی ما و شما اونو پروتین های را داریم که استرکچرل هست استرکچرل یعنی به این مانا که ساختمانی دو رقم پروتین ما در در ساختمان حجره داریم یکی فانکشنالی هست یا و بسارو بخشین وزیفوی و یکی هم استرکچرل هست یا پروتین های چی میباشن به صلاح ما و شما ساختمانی اما که مقدارش هم مقدر زیاده است باور کنین ما قدر وظیف بسیار جالب در بدن ما انجام میتن اول میایم از نظر از, از ای که کدام وظیفه را اینا در بدن انجام میتن پروتین ها اونو پروتین هایی که ساختمان وظیفوی دارن یعنی بالاخره باید یک وظیفه را در حجره انجام بدن، اونا اکثرا شکل یک چی را می داشته باشن در حجره انزایما یادتان نره یک جمله را در ذهنت برتو هر وقتی که پروتین می خواست در حجره وظیفه انجام بده شاید به شکل چی موجود است به شکل یک وقتی که باز انزایم میگم ان شاء باز تعریف انزایم در زمانش خاط آمدیم پیش از اینکه سر از اینکه صحبت کنم که انزایم چی یا وظیفیش چی است یک وقفه کوتاه می گیریم ان دوباره